سرخط خبرها و مهمترین ها حکمتیار امریکا با چاپ پول بخش بزرگش را در اختیار جبهه مقاومت و جبهه آزادی خواهد گذاشت. جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان محور گفتگوی خلیلزاد و رئیس ستاد ارتش پاکستان. مقام تاجیکستانی سرنوشت افغانستان باید به دست خود مردم این کشور رقم بخورد. در یک حمله غافلگیر کننده حمید خراسانی، فرمانده عمومی و والی طالبان در پنجشیر با 50 تن از نیروهایش کشته شد. مهاجرت غیر قانونی احمد ضیا چگونه به دلیل سردی هوا در مرز ترکیه جان باخت؟ مشروع خبرها. رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که امریکا با چاپ پول بخش بزرگش را در اختیار جبهه مقاومت و جبهه آزادی خواهد گذاشت. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در پیوند به خبرهای مبنی بر چاپ پول افغانی در امریکا میگوید که امریکا با چاپ پول بخش عمده‌اش را در اختیار جبهه مقاومت و جبهه آزادی خود خوانده و آله دست اجنبی خواهد گذاشت. رهبر حزب اسلامی میگوید که این موضوع باعث نگرانی شدید هم افغانستانی ها شده است. به گفته او قرار بود این موضوع در نشست احتمالی هیئت آمریکایی با هیئت طالبان در دوحه نهایی شود. او در خطبه نماز جمعه افزوده است که برای مردم نه طرف شدن در بحران اوکراین درست و مفید است، نه چاپ پول در آمریکا، چون به گفته آقای حکمتیار دو اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر است. او تأکید کرده است که سازش با چاپ بانکنوت‌های افغانی در آمریکا به مثابه تسلیم شدن به بدترین شرط آمریکا و تکرار تجربه بد حکومت ائتلافی به رهبری استاد ربانی است. حکمتیار با اشاره بر لغو ملاقات‌های مقام‌های آمریکایی با طالبان در قطر مبنی بر تعهد شکنی طالبان در رابطه با مکتب‌های دخترانه آمریکا، آمریکا را متهم به جانبداری کرده و گفت آمریکا در گذشته نیز چند بار و با تماسک به بهانه‌های نادرست و جعلی چنین کرد و مذاکرات را به گونه یک جانبه و غیر مترقبه متوقف کرد، اما دوباره آغاز کرد. جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان محور گفتگوی خلیلزاد و رئیس ستاد ارتش پاکستان. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده و برای جلوگیری از فاجعه انسانی در آینده در افغانستان تاکید کردند. با گزارش اسپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با قمر جاوید باج و فرمانده ستاد ارتش پاکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده است. نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان اخیراً برای شرکت در یک نشست امنیتی به اسلام آباد رفته و سخنرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ارتش پاکستان، دو طرف در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و همکاری‌های واشنگتن و اسلام آباد گفتگو کردند. در این گفتگو، قمر باجوا بر لزوم همگرایی جهانی و تلاش‌های صادقانه جهان برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در آینده تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه ارتش پاکستان، زلمه خلیلزاد گفته است که نقش خود را در بهبود بیشتر همکاری‌های دیپلماتیک ایالات متحده و پاکستان در هم سطوح ایفا می‌کند. در توضیح گفتگوی امنیتی اسلام آباد آمده است که این نهاد مجموعه از صاحب نظران جهانی و محلی را گرد می آورد تا در مورد شکل دادن مسائل امنیت جهانی گفتگو کنند. مقام تاجیکستانی سرنوشت افغانستان باید به دست خود مردم این کشور رقم بخورد. وزیر عدلیه تاجیکستان گفت مردم افغانستان با همه تنوع قومی، سیاسی و اجتماعی خود باید در روند تعیین آینده کشورشان سهیم باشند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، مظفر آشوریان وزیر دادگستری و رئیس هیئت تاجیکستان در سومین نشست وزرای کشورهای همسایه افغانستان شرکت و بار دیگر بر موضع دوشنبه در قبال وضعیت افغانستان تاکید کرد. رئیس هیئت تاجیکستان در این نشست که در شهر تونشی چین برگزار شد، با علاقمندی مشترک برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور از نظر سیاسی باثبات، صلح‌آمیز و در حال توسعه که به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر احترام می‌گذارد و عاری از تروریسم و جرایم مواد مخدر اشاره کرد. هیئت تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که مردم افغانستان با همه تنوع قومی، سیاسی و اجتماعی خود باید در روند تعیین آینده کشورشان سهیم باشند.
خبرهای از جبهه مقاومت ملی. ساعات قبلی حمید خراسانی همراه با افرادش در یک غافلگیری چندین فرمانده طالب به شمول استاندار ولی پنچر را همراه با دستکم 50 نفر محافظانش به هلاکت رساندند و خود نیز با تمام تجهیزات و نیروهای خود به جبهه مقاومت ملی پیوست. در این درگیری 4 نفر از افراد حمید خراسانی کشته و 2 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گزارش های موثق از رسانه های کابل. مهاجرت غیرقانونی، احمد ضیا چگونه به دلیل سردی هوا در مرز ترکیه جان باخت؟ گزارشی از روزنامه 8 صبح کابل. پس از سقوط نظم جمهوریت، هزاران شهروند کشور به ویژه نیروهای امنیتی حکومت پیشین به کشورهای مختلف مهاجر شدند. احمد ضیا جلال افسر پیشین وزارت داخله یکی از هزاران جوان بود که از ناچاری راه مهاجرت در پیش گرفت. جلال که قصد داشت از ایران به ترکیه سفر کند، حدود 2 هفته پیش در مسیر راه نخست زخمی شد و سپس از اثر سردی هوا جان باخت. اعضای خانواده احمد ضیا جلال حکایت تلخ از مهاجرت او دارند. احمد جلال برادر احمد ضیا جلال با چشمان پر اشک و گلوی پر از بغض گفت که برادرش 24 سال سن داشت و افسر بخش جرایم جنایی فرماندهی پلیس کابل بود. با گفته وی احمد ضیا در نخستین روزهای تسلط طالبان به دلیل حراس از این گروه کشور را به مقصد ایران ترک کرد. وی افزود که برادرش پس از نزدیک به 7 ماه ایران را به مقصد ترکیه از راه قاچاق ترک کرد، اما در مرز میان ایران و ترکیه با افتادن به خندق از نایه سر و قلب آسیب دید. به گفته احمد، احمد ضیا پس از بیرون شدن از خندق با ده‌ها تن دیگر از همراهانش از سوی نیروهای مرزی ترکیه بازداشت می شود. احمد تصریح کرد با آنکه نیروهای مرزی ترکیه می دانستند که احمد ضیا زخمی است، اما او را رد مرز کردند. جلال یادآور شد نیروهای مرزی ترکیه برادرم را به دلیل زخمی بودنش لتوکوب نکرده بودند، اما همراهانش را خیلی لتوکوب کرده بودند. به شمول برادر زخمی هم تمام پناهجویان را گرفته و تقریبا 5 ساعت در هوای سرد و در بین برف پیاده گشتانده بودند. همراهان برادرم از نیروهای مرزی ترکیه خواهش کرده بودند که وضعیت صحی احمد ضیا خراب است و اگر با آنان یک جا رد و مرز کنند از بین می رود، اما پلیس ترکیه در پاسخ گفته بود که به همان راهی که آمده است باید برود، اگر می میرد بی میرد. احمد جلال اضافه می کند که برادرش پس از رد و مرز شدن در فاصله 200 متری پوسته نیروهای مرزی ترکیه به دلیل زخم شدید و سرمای زمستان جان می دهد. احمد عامل جان باختن برادرش را نیروهای مرزی ترکیه دانست. پس از آن که برادرم جان باخته است، دوستانش توسط یک کمپل تا این سوی مرز ایران انتقالش داده و بعد تن تسلیم قاچاقبران کردند و قاچاقبران انسان جسد برادرم را در کنار جاده گذاشته و پلیس ایران به سرخانه انتقالش داده بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.